سلام و درود جمع به تمامی قهرمانان و اشرف نشانان و پهلوانان سینه ستبر و بلند نظر و گردن فرازی که در مقابل زور و قدرت نظام دیکتاتوری شاه و شیخ سرفرود نیاوردند و جانانه و سرفراز با ایستادن و پافشاری بر باورهای آزادی خواهانهشان بر چوبهای دار بوسه زدند و با عهدی که با خلق قهرمان داشتند وفا کردند. چنین روزهایی که بوی خون سراسر سنگ فرشهای کشورمان را فرا گرفته، کانونهای شورشی شریفترین و پاکترین انسانهای آزادهی هستند که تمامی هستی خود را در طبق اخلاص نهاده و به فرمان مسعود آهنهای تفته را میکوبند و آن را با عشق به وطن آب دیده می سازند و برای نبرد نهایی که ما نظارگرش هستیم روز شماری می کنند. من امسال در سن 80 سالگی دوباره و پس از 2019 و سالهای کرونا در مسابقات جهانی بالای سن که شامل ورزشکاران از سن 27 تا 95 سالگی می باشد به نام ورد روینگ ماسترز در کشور افریقای جنوبی برگزار می شد شرکت کردم. راه درازی بود، البته با کولبار تمرینات سختی که باید انجام می دادم. برای یک سال روزی دو بار حتی در زمستان سخت و یخبندان تمرین می کردم. البته با یاد و نام بزرگ بانوی استقامت مادر عزیز که با او صحبت می کردم، صدای او مرا تقویت می کرد و به من انرژی مضاعف می داد و می گفت امروز تمرین دوچرخم را انجام دادم. باور کنید که چشمانم پر از عشق می شد. او انسان والا و پر مقاومتی است که به همه یاران مجاهد و اشرف نشانان انرژی می دهد. چند ماهی گذشت، من برنامه مسابقاتم را با برادر بزرگم حبیب در میان گذاشتم. او مرا از شرکت در چند مراسم معاف کرد و تشویقم کرد تا به تمریناتم ادامه دهم. در جزیره‌ای در فاصله 400 کیلومتری با قایق‌هایم تنها به تمرینات سخت پرداختم تا ذره ای از دریای بیکران مجاهدان و اشرف نشانان باشم. سال سختی را با زمین خوردن روی یخ و عمل جراحی گذراندم، اما یک چیز همیشه مرا به پیش رفتن وا می داشت و آن حرف مجاهد بزرگ برادر شریف بود که می گفت ما با سوزن کوه کندیم تا به اینجا رسیدیم. این کلمات زیبا و انگیزاننده در تمام طول مسابقات در من می خروشید و می خروشید. امسال در روزهای 21 و 22 23 و 24 سپتامبر 2023 مسابقات در محلی زیبا و دریاچه آرام با هزاران قایقران و در هوای 25 تا 30 درجه که همزمان با اول بهار افریقا بود انجام شد. در طول 3 روز 5 مسابقه دادم. اولین مسابقه دو نفرم را با پسرم که در سال 2018 در گروه سنی خودش قهرمان جهان شده بود به مقام پنجم رسیدیم. مسابقه دوم یک نفره بود که به مقام سوم رسیدم. روز دوم دو نفره و با دوست قایقرانی که از
امریکا آمده بود به مقام چهارم و مسابقه چهار نفره یک پارویی به مقام سوم و در مسابقه چهار نفره دو پارویی به مقام اول رسیدیم و صاحب مدال طلا شدیم. به این گونه در سن 80 سالگی که همچنان به پارو کشیدن ادامه می دهم یک مدال طلای دیگر به دست آوردم و مشتاقم که این مدال ها را به برادران مجاهد و اشرف نشانان و کانون های شورشی که در آسمان انقلاب ایران همچون ستاره می درخشند تقدیم کنم. شورشگران درخت انقلاب را با خون خود آبیاری می کنند. خانه کهنسال ما در آتش است. مقاومت ملی محصول 100 سال تلاش ملت ایران است. شورشگران با فرمان مسعود با اسلحه‌های آتشینشان رژیم را به زانو در آورده است. کبوتران توقی بر دارهاشان می رخصند. دارکوان به دارهاشان نیز دشنه می کوبند. مجاهدان و اشرف نشانان دشنه ها و لوله های تفنگشان را با خشم خلق بر سینه رژیم فرود می آورند. سزاوار است که یاد دو قهرمان بزرگ تاریخمان را که در زمان شاه و شیخ چون سر ایستادند زانو خم نکردند و به مجاهد بودنشان افتخار می کردند گرامی بدارند. دو عزیزی که در کنار تمامی قهرمانان مجاهد در زمان شاه دیکتاتور و رژیم سفاک خمینی به رفیق اعلا پیوستند. علی اصغر بدیزادگان که نه تنها در میان کوهنوردان ایران بلکه نزد ورزشکاران و یارانش زبانزد بود و حبیب خبیری قهرمان و کاپیتان نامدار تیم ملی. نوید افکاری ها و ورزشکاران قیام 1401 بر اعتقادات آزادی خواهانهشان با عدم تسلیم به ظالمان زمان با عهدی که با خلق قهرمانشان داشتند وفا کردند. به خوبی می دانیم هیچ ورزشکار ملی و واقعی در ایران امروز وجود ندارد که مخالف رژیم و براندازی نباشد. کمیسیون ورزش در شورای ملی مقاومت با بهره گرفتن از آخرین دستاوردها و تجارب ورزشی از کشورهای پیشرفته ورزش آهنگ و عزم این را دارند با سرنگونی رژیم ورزشکش انقلابی در ورزش ایران مجدداً روح پاک ورزش که همانا خصلت‌های جوانمردی، افتادگی، فروتنی است در جامعه ایران فردا به ارمغان آورند. کشتی انقلاب به وسعت ایران زمین به پیش می رود و با ناخدای بزرگی چون مسعود به حرکت خود در میان طوفان‌ها ادامه می دهد. پاروزنانش همانا دلاوران و اشرف نشانان و کانون‌های شورشی هستند که طوفان و توقف نمی شناسند و همچون مرغان دریایی به سوی ساحل آزادی در پروازند. دست گرم همه اشرف نشانان و یاران مجاهد را می فشارم. مولا نگهبان همه مجاهدان باد.